گلوله‌ای به جرم 200 گرم از نقطه آر رها می شود و پس از برخورد به فنری در سطح افقی آن را متراکم می کند. اگر کار نیروی اصطکاک در مسیر آبه برابر منفی 2 جول باشد و سطح افقی بدون اصطکاک باشد، حد اکثر انرژی پتانسیل کشتانی فنر چند جول خواهد بود؟ خوب دقت بکنید بچه ها. توی این سوال به من گفته که این جسم از این بالا رها میشه و حرکت میکنه میاد میخوره به فنر. یعنی چه شکلی؟ با هم دیگه نگاش بکنیم. از اینجا رها میشه میاد میخوره به فنر و فنر رو فشرده میکنه. چون مقداری از انرژی توسط نیروی اصطکاک در طول مسیر تلف شده، من میام رابطه WF مساوی E2 منهای E1 که تو فیلم انرژی درونی راجع بهش صحبت کردیم و اینجا استفاده میکنم. تو فیلم انرژی درونی بهت گفتم که WF میشه E2 منهای E1. بنابراین من چی مینویسم؟ میگم EB مربوط به چه نقطه ایه؟ مربوط به نقطه که فنر توشه. EA نقطه اوله که فرمولش چیه؟ MG هاشه. خود سوالم گفته کار نیروی اصطکاک یعنی WF مساوی -2 جوله. حالا عدد گذاری میکنم، میگم -2 مساوی با U فنر. ببین EB U فنره، منهای MG هاش، Mش 2 دهم. 2 دهم از کجا اومد؟ 200 گرم و تقسیم بر 1000ش کردیم که بشه کیلوگرم، ضرب در G که 10، ضرب در 6 متر که ارتفاع اولیشه. حالا میارم این سمت، این دوتا رو خط میزنم و یو فنر میشود 10 جول.